بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و به مطالب این جلسه بتونید با دقت توجه بکنید. ما توی این جلسه بحث کار کل رو مطرح میکنیم و چند تا سوال ازش حل میکنیم. با دقت با ما همراه باشید. میخوایم کار کل رو محاسبه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی کار کلی که به یک جسم وارد میشه. فرض کنید یه جسمی داریم بهش نیروهای F1 F2 F3 و F4 داره وارد میشه. ما میخواییم ببینیم این 4 تا نیرو با هم، یعنی در کل چقدر کار انجام میدن. چیکار میکنیم؟ 2 تا روش براش داریم. روش اول، توی روش اول میگیم کار تک تک این نیروها رو حساب میکنیم. فرض کنید کار این نیرو رو من رفتم حساب کردم، W1 شده مثبت 100، کار W4 رو به دست آوردم منفی 20، کار F2 صفر شده، کار F3 هم صفر شده. کار تک تک این نیروها رو محاسبه میکنیم توی روش اول و با هم اگه بیایم جمع جبری بکنیم کار کل به دست میاد، میشه میشه W1 به علاوه W2 به علاوه W3 و به علاوه W4. بچه ها ببینید، در واقع ما میخوایم ببینیم این 4 تا کلن چقدر کار انجام دادن. خب این 100 جول مثبت، این منفی 20 جول، این دوتا هم که صفر بودن، در کل مشخصه دیگه، در کل 80 جول کار اونم به صورت مثبت انجام شد، چون این 100 جول انجام داد، اون منفی 20 تا. در واقع در کل انگار 80 جول کار انجام دادیم روی این جسم. پس قرار شد چیکار کنیم برای WT، W کل که بهش میگیم W توتال، یعنی کل. برای این کار گفتیم جمع جبری کارها. جمع جبری یعنی چی؟ یعنی هر کار رو با علامتش اینجا جاگذاری کن. یعنی اگه میخوای W1 بنویسی، بنویس مثبت 100، W2 صفر هست، W3 هم که صفر هست، W4 منفی 20، پس شما باید اینو بنویسی منفی 20. پس قرار شد هر کدوم از این W ها رو با علامتش جاگذاری کنیم. این شد روش اول. میایم کار تک تک نیروها رو حساب میکنیم، جمع جبری این کارها میشه کار کلمون. اما یه روش دیگه هم وجود داره، روش دوم. فرض کنید این نیروها اندازه‌شون این 20 نیوتونه، این 4 نیوتونه، اینم 2 نیوتون، اینم 2 نیوتون. توی روش دوم چی میگیم؟ و جابجاییمون هم فرض کنید در این جهت هست. توی روش دوم میگیم شما بیاید کار نیروی خالصی که در جهت جابجایی هست رو پیدا بکنید. اگه این 4 تا رو بخوایم نیروی خالصشون رو به دست بیاریم، این 4 تا نیروی خالصشون در جهت جابجایی به این صورت میشه. ما با این دوتا اصلا کاری نداریم. چرا؟ چون در جهت جابجاییمون نیستن. ما فقط این دوتا نیرو رو باید خالصشون رو محاسبه بکنیم. خالص این دوتا میشه 20 به این سمت، 4 هم به این سمت، پس بنابراین میشه 16 به سمت راست. این میشه نیروی خالص ما. بچه ها کار کل چی میشه؟ کار کل ما رابطهشو داشتیم دیگه، میشد نیرو ضرب در جابجایی. نیرو ضرب در جابجایی. ما اومدیم نیروی خالص در جهت جابجایی رو پیدا کردیم. نیروی خالص یادت باشه در جهت جابجایی، یعنی اون نیروهایی که در عمود به جابجایی هستن رو باهاشون هیچ کاری نداریم. اصلا نیرو خالص در این راستا هم اصلا نمیخواد محاسبه کنید. فقط بیاید نیروهای در راستای جابجایی رو خالصشون رو محاسبه بکنید. این 24 خالصشون شد 16، جاگذاری میکنیم به جای F خالص.
کافیه این اف خالص در جهت جابجایی رو ضرب در جابجایی می‌کنیم. در این صورت میتونیم نیروی در واقع کار نیروی کل رو به دست بیاریم، کار کل رو به دست بیاریم. پس کار کلمون توی این سوال اگه بخوایم بنویسیم، فرض کنید حالا جابجاییمون هم 5 متر باشه، میشه WT برابر است با نیروی خالصمون شده 16 ضرب در 5 که میشه مثبت 80. این سوالو ببینید، گفته با توجه به شکل کار کل را به دست آورید از دو روش. روش اولمون چی بود؟ ما گفتیم بیایم تک تک کارها رو حساب کنیم، یعنی ببینیم هر نیرو چقدر کار انجام میده و بیایم این کارها رو با هم جمع جبری بکنیم. جمع جبری این کارها میشه دبلیو کل ما. خب اینجا سه تا نیرو داریم به علاوه یک نیروی وزن MG و یک نیروی عمودی سطح. در واقع اینجا دو تا دیگه کار داریم، WMG و W نیروی عمودی سطح. ما قبلا در رابطه با این نیروها صحبت کرده بودیم، چون جابجاییمون در این جهته و هر دوتای این نیروها عمود بر جابجایی هستند، کارشون صفره. همون اول اینها رو تکلیفشون رو روشن میکنیم که دیگه وقتمون رو براشون صرف نکنیم. W1مون چقدر میشه؟ W1مون میشه کار نیروی 20 نیوتونی، F کوسینوس تتا D. خب Fمون هست 20. این نیرو با جابجاییمون چه زاویه‌ای میسازه؟ 60 درجه. پس میشه کوسینوس 60. چقدر جابجا شده جسممون؟ 3 متر. کوسینوس 60 درجه هم میشه 1/2. این با این ساده میشه، میشه 10، میشه مثبت 30 جول. W2مون چی؟ F2مون در این جهت وارد شده، دقیقاً هم جهت هست با جابجاییمون و با هم زاویه 0 درجه میسازن. F کوسینوس تتا D، Fمون هست 4، زاویه‌ای که میسازه با جابجایی 0 درجه است، میشه کوسینوس 0 و به اندازه 3 متر جابجا میشه. کوسینوس 0 1 هست، 3 4 تام 12 تا، مثبت 12 جول. WFمون چقدر میشه؟ این استکاک ما دقیقاً خلاف جهت جابجایی ماست. این جابجایی مونه، اینم افکامونه. چه زاویه‌ای با هم میسازن؟ 180. این Wمون پس میشه FK یعنی 2، FK کوسینوس تتا D. FKمون 2 هست، کوسینوس 180، جا به جاییمون هم 3. کوسینوس 180 میشه منفی 1، میشه منفی 6 جول. پس ما برای به دست آوردن WT باید این کارها رو همه رو جمع جبریشون رو بنویسیم. جمع جبری این کارها به این صورت میشه مثبت 30، W2مون مثبت 12، منهای 6. جمع جبری گفتیم یعنی چی؟ یعنی با علامت قرار بدید که به دست میاد مثبت 36. پس ما WT رو به دست آوردیم مثبت 36. اما روش دوم، توی روش دوم گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم میایم نیروی خالص در جهت جابجایی رو به دست میاریم، در راستای جابجایی رو. نیروی خالص در راستای جابجایی رو میخوایم به دست بیاریم. این دوتا نیرو که دقیقاً عمودن و اصلا ما با این راستای عمود بر جابجایی کاری نداریم. این نیروی F1 رو باید تجزیه بکنیم. این یک مؤلفه، اینم مؤلفه قائمش. مؤلفه افقیش مجاور 60 درجه است، پس میشه F کوسینوس 60، یعنی 20 کوسینوس 60 درجه. کوسینوس 60 درجه میشه 1/2، 20 ضرب در 1/2 میشه 10 نیوتن. این مؤلفه افقی شد 10 نیوتن. مؤلفه قائمش هم نمیریم اصلا به دستش بیاریم، میشه به دست آوردن، میشه F سینوس دیگه، F سینوس
60 درجه. ولی اصلا نیازی نداریم این مؤلفه قائم رو، چون دقیقاً عمود بر جابجایی ما هست. ما می‌خوایم نیروهایی رو داشته باشیم فقط که در راستای جابجاییمون، یعنی فقط در راستای افقی ما نیاز داریم. پس نیروی خالصمون در راستای جابجایی رو به دست میاریم. یه 10 نیوتن به این سمت، یه 4 نیوتن هم دقیقاً به همین سمت راسته، یه 2 نیوتن خلاف جهته. این سه تا نیرو نیروی خالصش چقدر میشه؟ 10 و 14 توی یه راستان جمع میشن میشه 14، منهای اون خلاف جهت 14 منهای 2 میشه 12. پس نیروی خالص ما شد 12 نیوتن به سمت راست، یعنی دقیقاً در جهت جابجاییمون هم به دست اومد. این 12 رو کافیه ما ضرب در جابجاییمون کنیم، چون نیرو ضرب در جابجایی میشد کار. چون این نیروی ما نیروی خالص ما در جهت جابجایی، در راستای جابجایی هست، این هم میشه کار کل. 3 ضرب در 12 میشه مثبت 36 جول. ببینید دقیقاً همون عددی به دست اومد که با روش اول جلو رفتیم. سوال 37 رو ببینید. اینجا 3 تا نیرو به جسم وارد شده. ما میدونیم 2 تا نیروی دیگه هم وجود داره. یکی نیروی عمودی سطح هست، یکی هم نیروی وزن هست. این دوتا نیرو هم داریم. در مجموع چند تا نیرو داره به جسم وارد میشه؟ 5 تا نیرو. خب روش اولمون برای محاسبه کار کل چی بود؟ گفتیم ما کار تک تک نیروها رو حساب میکنیم و با هم جمع جبری میکنیم. W1 به علاوه W2 به علاوه W3، W3مون در واقع میتونیم WFK، یه دونه WN داریم، یه دونه هم WMG داریم. بچه ها قبلا دیدید سوال حل کرده بودیم، این WN و WMG هر دو عمود بر جا به جایی هستن. پس کارش چیه؟ کارشون چیه؟ صفره. هر دوی اینها کارشون صفر هست. من باید برم W1 رو حساب بکنم. W1 ما میشه F1 کوسینوس تتا در D. جا گذاری میکنم، Fمون هست 20، تتای ما یعنی راستای بین زاویه بین نیروی F1 و جا به جاییمون همون 37 هست، میشه کوسینوس 37 درجه در 4 متر جا به جا شد. کوسینوس 37 18 هست، 18 ضرب در 20 ضرب در 4 میشه 64 جول. W2 مون به دست میاد F کوسینوس تتا D. F مون هست 30، کوسینوس تتا مون رو باید بریم تو شکل ببینیم. بچه ها این جابجایی ما هست، این جهت جابجاییه. جهت جابجایی رو در ابتدای بردار F2 رسم میکنم. این جهت جابجاییمون چه زاویه‌ای با جابجاییمون می‌سازه؟ همون 53. چرا؟ چون ما دو خط موازی داریم، اینم خط مورب، این زاویه با این زاویه برابر میشه. پس کوسینوس ما میشه کوسینوس 53 درجه. دیمون هم همون 4 هست، کوسینوس 53 میشه 6 دهم. 6 دهم ضرب در 30 ضرب در 4 میشه مثبت 72 جول. این 64 قبلی هم مثبت بود دیگه، عددمون مثبت بود. خب WFK مون چی؟ این میشه FK کوسینوس چه زاویه ای بچا؟ جا به جاییمون در این جهت، FK مون در این جهت، با هم چه زاویه ای میسازن؟ 180 میشه کوسینوس 180. چقدر جا به جا شده؟ 4 متر. این میشه منفی 1، FK مون هم داده 5 که میشه منفی 20. ما تک تک کارها رو محاسبه کردیم، الان میخوایم کار کل رو محاسبه کنیم. باید جمع جبری اینها رو قرار بدیم. W1مون مثبت 64 به علاوه W2مونم مثبت 72، ولی WFKمون منفی 20 هست، میشه منفی 20 که این رو اگه حل بکنیم میشه مثبت 116 جول. پس کار کلمون به دست اومد مثبت 116. این از روش اول.
روش دوممون چی بود؟ یه یادآوری کنیم. روش دوممون این بود، میگفت شما برو نیروی خالص رو، نیروی خالص در راستای جابجایی رو به دست بیار. جابجاییمون در چه راستاییه بچه ها؟ افقی. من باید برم نیروهام رو در راستای افقی طوری بنویسم که در راستای افقی بتونم نیروی خالص رو حساب بکنم. اگه این نیروی خالص رو حساب کردم، ضرب در جابجایی کنم، میشه WT. فقط بچه ها دقت کنید، این نیروی خالص در جهت جابجایی باید به دست بیاد. ما با نیروهایی که عمود بر جابجایی هستند کاری نداریم، یعنی در راستای اینجا الان چون افقیه، راستای جابجایمون افقیه، اینهایی که عمودی هست ما باهاشون کاری نداریم. خب بریم سراغ F1. ما این نیروی F1 رو باید در راستای افقی تجزیه کنیم. این میشه مؤلفه افقی نیروی F1. این نیروی مؤلفه قائمش به دردمون میخوره یا نه؟ نه، چون خودمون گفتیم این نیروی خالصه باید در جهت در راستای جابجایی بشه. راستای جابجاییمون اینجا افقیه، پس این به درد میخوره، ولی این به درد ما توی این مسئله نمیخوره. خب این مؤلفه افقی رو چجوری به دست میآوردیم؟ چون مجاور 37 هست میشه F کوسینوس 37، یعنی 20 ضرب در کوسینوس 37 درجه. کوسینوس 37 8/10 هست، 8/10 ضرب در 20 میشه 16 نیوتن. بریم سراغ این F2. این F2 یه مؤلفه قائم داره که به درد ما نمیخوره، چون جابجاییمون راستاش افقیه، ما با راستای قائم کاری نداریم. یه دونه در راستای افقی داره که نیاز داریم. چون مجاور 53 هست میشه F کوسینوس 53، یعنی 30 ضرب در کوسینوس 53. کوسینوس 53 میشه 6/10، ضرب در 30 هم میشه 18 نیوتن. خب نیروها رو اینجا به صورت خلاصه بنویسیم. ما یه 16 نیوتن به سمت راست داریم، یه 18 نیوتن باز هم به سمت راست داریم، و یک 5 نیوتن خلاف جهتمون داریم. سه تا نیرو داریم. این سه تا نیروی ما باید از توشون نیرو خالص رو به دست بیاریم. سه تا نیرو در راستای افقی که باید خالصشون حساب بکنیم، بذاریم اینجا. خب 16 به علاوه 18 منهای 5، این دوتا باید با هم جمع بشن، میشه 34 منهای 5 میشه 29. 29 هم ضرب در 4 بشه، دقیقا همون مثبت 116 ژولی که تو روش اول به دست آوردیم به دست میاد. سوال بعدی رو ببینید. گفته جسمی به جرم 2 کیلوگرم توسط نیروی F برابر با 30 نیوتن به سمت بالا به اندازه 3 متر جابجا می شود، کار کل را به دست آورید. خب یه جسمیه، یک نیروی 30 نیوتنی این رو داره به سمت بالا میبره و جرم جسم هم 2 کیلوگرم هست. خب چه نیروی دیگه‌ای به این جسم وارد میشه؟ یک نیروی وزن mg که اندازش چقدر میشه؟ 2 ضرب در 10 میشه 20 نیوتن. و این جسم ما به اندازه 3 متر به سمت بالا جابجا میشه. خب روش اول، ما کار تک تک نیروها رو حساب میکنیم و با هم جمع جبری میکنیم. اینجا دوتا نیرو داریم. کار نیروی Fمون و کار نیروی وزنمون. کار نیروی F رو میخواییم حساب کنیم، میشه C ضرب در کوسینوس 0 درجه، چون جا به جاییش در راستای نیرو هست، این نیرو اینم جا به جایی زاویهی بینشون 0 و به اندازه 3 متر هم جا به جا شده. کوسینوس 0 درجه میشه 1، میشه مثبت 90. WMG ما گفتیم وقتی که جسم داره به سمت بالا میره کار نیروی وزن منفی میشه. خب حالا به دست میاریم MG، این نیرومون کوسینوس تتا D. MG مون 2 ضرب در 10، تتا مون زاویه بین MG و جابجایی
اینجا به جایی هست، اینم ام جی. چه زاویه‌ای میسازه؟ 180. کوسینوس 180 میشه منفی 1. مقدار جابجاییمون چقدر هست؟ 3، که میشه منفی 60 ژول. دبلیو تیمون یعنی کار کلمون میشه جمع جبری اینها، یعنی مثبت 90 منهای 60 که میشه مثبت 30. بریم از روش دوم حل کنیم این سوال رو. توی روش دوم گفتیم کار کلمون برابر میشه با نیروی خالص در راستای جابجایی در دی یا همون جابجایی. نیروی خالص بچه راستای جابجاییمون چیه؟ راستای قائم. پس ما فقط این دوتا نیرویی که در راستای قائم هست و باشون کار داریم، یه 30 نیوتن به سمت پایینه، یه 20 نیوتن به سمت پایین، یه 30 نیوتن بالا یه 20 نیوتن پایین. خالص اینا چی میشه؟ خالص میشه 10 نیوتن به سمت بالا. پس این شد اف خالصمون. جاگذاری میکنیم 10 چقدر جا به جا شده؟ 3 متر. 10 ضرب در 3 که میشه مثبت 30 ژول. این همون جوابیه که با روش اول هم به دست آوردیم.